فهیمه خضرحیدری روزنامه‌نگار از واشنگتن همراه ما هستن. خانم خضرحیدری، این اولین بار نیستش که نرگس محمدی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری به بیمارستان منتقل نمیشه. اما پرسش اینجاست، این رفتار جمهوری اسلامی با شخصی که دنیا او رو به نام برنده جایزه نوبل صلح میشناسه تبعاتی هم داره برای حکومت؟ اگر بخوام واقع گرایانه به این پرسش شما پاسخ بدم، باید بگم که خیر، به نظر من هیچ تبعاتی نداره. کمیته نوبل که توجه داشته باشید که تضمین و توان اجرایی نداره. این از کمیته نوبل در واقع یک اعتبار بین‌المللی است که به یک فعال حقوق بشر داده میشه و تضمین اجرایی نداره در حمایت از او. سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل، دولت‌های مثل آمریکا، دولت‌های اروپایی در این سال‌ها چه کردن در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی؟ هیچ کاری نکردن جز ابراز تأسف، عمیقا ابراز تأسف کردن. بنابراین جمهوری اسلامی به سابقه نگاه میکنه، میبینه که هیچ تبعاتی نداشته. در کمتر از یک ماه گذشته 9 زن کشی در ایران بوده و هیچی به هیچی، کسی اصلا در مورد این موضوع پیگیری هم نمیکنه. اعدام های سال گذشته رو ببینید، انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بیمارستان های روانی رو ببینید، تجاوز و شکنجه در زندان ها رو که خود نرگس محمدی بارها در زندان از این مسائل گزارش داده. هیچ کدوم از اینها برای جمهوری اسلامی تا به حال تبعاتی نداشته، بلکه دولت‌های غربی پشت صحنه با جمهوری اسلامی همکاری هم میکنن. متاسفم که بگم به نظر من هیچ تبعاتی برای جمهوری اسلامی نداره حتی نقض حق حیات نرگس محمدی، و این چیزی نیست که نرگس محمدی از اون بی اطلاع باشه. ارزش کار نرگس محمدی اینجاست که روشن میشه، چون جنبش‌های مدنی به الهام، امید، تخیل و نگاه کردن به آینده نیاز دارن و نرگس محمدی کسی است که با جان و بدن خودش در زندان جمهوری اسلامی، نه تنها در ایران بلکه در زندان جمهوری اسلامی مانده و داره مبارزه میکنه برای فردای آزاد ایران و برای حق زندگی. در واقع امروز نرگس محمدی مصداق شعر آنا آخماتوفاست: آنقدر سنگ باران شدم که دیگر از سنگ ها نمیترسم، سنگ ها از من برجی بلند ساختند. سپاس بسیار از همراهی شما. فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار، واشنگتن.